بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم درس امروز خود در برنامه ورد. ما و شما برنامه ورد الا تب ریفرنس پیش برده بودیم که نصف ریفرنس هم خوانده بودیم و نصفش مانده، یعنی چند گروپی که مانده امروز میخوانیم. و تب ریفرنس دو بخش اول شما و شما خوندیم و پیش از اینکه بریم به بخش سیومیش سزدشن بیوگرافی کوتاه یک باری میگم باز پیش میریم. تیبل آف کانتنت در کل به خاطر درج فهرست به کار میره. ما شما دیروز مثالش داشتیم کار کردیم و فودنوت به خاطر درج پاورقی که هر یک شما یاد دارین. اینه ما شما باز هم روز پیش خواندیم و ثبتش هم هست، روز میشه استفاده بکنیم. و امروز نوبت ستیشن ان بیوگرافی است. ستیشن ان بیوگرافی در اول داره انزرت ستیشن. انزرت ستیشن آپشن اولش به هست به نام اد نیو سورس. اد نیو سورس چه کار میکنه؟ فرض مثال ما شما یک دانه چپتر جور کردیم یا یک دانه کتاب جور کردیم. همین کتاب که جور شده کی جور کرده؟ نام نویسنده، مثلا احمد قسیم. مثال آیا امرای قسیم کسی همکاری کرده؟ اگر همکاری کرده باز کارپریت ادر این را فعال میکنین؟ بله. میگین کامه مثلا نسیم امرایش همکاری کرده، کامه مثلا سیار در تایپش همکاری کرده، از مثال کسی به نام ساحل در دیزاین امرایش هم کاری کرده، به این شکل یاد بشمولی. اگر کسی هم کاری کرده خود تایپ میکنن، اگر نه ایره غیر فالش میکنن و ایره هم میگم نه احمد قسیم یا احمد نسیم کسی بوده که به تنهایی این چپتر رو جور کرده، یا می کتاب جور کرده یا هر چیزی که بوده در اینجا، یا می مونوگراف یا هر چی که هست. فرض مثال البته خب چپتر یا کتاب کسی جور میکنه باز میشه در قسمت ناممو خودش اگر خودش جور کرده درش بکنه. ادیت اگر میخواین معلومات بیشتر درباره محمد قسیم درش بکنین، مثلا تخلصش چیست، میدل نیمش چیست، لست نیمش فرض مثال است احمدی، به این شکل هر معلومات دیگه که شما درش کرده میرین بعدن اد میگه، پس میتونین از اینجا دلیتش هم بکنین و اوکی بوین خلاص. تایتل امو چپتر یا کتابی را که جور شده با کدام نام یا با کدام عنوان تایتلش میگیم. فرض مثال در برای MS Word 2013 هست جور شده، یا فرض مثال در برای کامپیوتر جور کرده ای شخص، یا در کدام سال جور کرده، در سال فرض مثال 2015، در کدام شهر، در شهر مزار، در کدام مطبع، پابلیشر جایی که چاپ شده مثلا ایلسی تایپ میکنین در اینجا. و شو آل بیوگرافی فیلز باز اگر یه آپشن تک مارک میکنیم به این معنی که تمام معلومات شو میخوام چه بکنم، خانه پری بکنم یا درج بکنم. فرض مثال پروفنسش چیست، کدام کانتری بوده، ادیتورش کی بوده، چند صفحه هست و می شکل به چند بخش تقسیم شده، نقاط مهمش، سایتش، بالاخره تمام معلومات. و جایی که در اینجا ستاره سرخ که دیده میشه به این شکل علامت به این معنی که اینجا اتمی و ضروری است باید پر شود و درج باید بکنین شما در اینجا. و جایی که قسمت ستاره سرخ نداره به این معنی که زیاد مهم نیست، اگر شما درج هم بکنین مشکل نیست، اگر درج هم نکنین مشکل نیست. پس میشه ما غیر فالش بکنم، این مقدار معلومات کافی است و بعدا اوکی میگیم. بعد از اینکه اوکی گفتیم اون معلومات برامون درج میشه. این بود خود آپشن به نام اد نیو سورس. آپشن بعدی اد نیو پلیس هولدر. یک متن بر همیش به ثبت میرسانه، چه خصوصا مثلا افغانستان. این می افغانستان یک متن تایپ کردیم، این دیگه بر همیش ثبت شده. در کجا ثبت شده؟ در اینجا. اگر برنامه را بستن بکنین شما این را بر همیش در اینجا دارین، هر وقت هم خواسته باشین میتونین از این استفاده بکنین. خب ما از نیو سورس که استفاده کردیم و احمد قسیم بالاخره چپترش در سال 2015 در مزار جور شده، ولی اگر خواسته باشیم تمام معلومات را درج بکنیم باز بیوگرافی. وقتی بیوگرافی رفتین کدامش مثلا اینی استایلش، ولی ببینین قسیم یا احمد قسیم در سال 2015 چپتر به نام کامپیوتر در مزار و در مدبیل سو چی کرده؟ و چاورستان جور کرده. و اگر این استایلش خوش شده نامت بینم اینجا انتخاب بکنین تبدیلش بکنین. از کجا؟ از بخش استایل. استایلش ای پی نباشه، مثلا چیکاگو باشه، یا فرض مثال باشه ام ال ای بشه، یا فرض مثال باشه اینی طوره استایل، یا باشه میگن ای پی ای، یا هر شکل دیگه را که شما برش انتخاب میکنین برین انتخاب بکنین و استفاده بکنین. بعد از اینکه شما از استفاده کردین آخرین آپشنش منیش سورس
منش سورس این بخش مدیریت کرده میتونین. چه قسم مدیریت؟ فرض مثال میتونین از این نامی که درش کرده این کاپی بگیرین، یس پوین کاپی گرفته میشه، میتونین امیر دلیتش بکنین. خب من کاپی میگیرم میگم یس، بله کاپی دیگه قسمت گرفته شده. اگر میخواین حذفش بکنین میگن چی؟ دلیت. ادیت میتونین بکنین، فرض مثال امیر قاسم نبوده، کسی دیگه بوده. کی بوده این نفر؟ مثلا نسیم بوده. این شکل نامش ما تغییر داده. و ادیت، خب گفتیم ادیت میتونیم بکنیم و نیو هم یک نفر جدید یا نواد کرده میتونیم ادش بکنین. هر نامی که خواسته باشین، هر تایتل و ایر و و همچنان سی تی و پابلیشر، همی که اوکی گفتین قبول میشه خلاص. و این بود بخش سیتیشن ان بیوگرافی. و این هم شاید شما در اخیر کتاب ها دیده باشین یا مونوگراف ها که نوشته می باشه یک عنوان بنام منابع و مخزنی. اینی شکل بر ما شما کار میکنه و ما هم میتونیم به شکل از این استفاده بکنیم. بخش دومی امروز ما شما کپشنز. کپشنز به خاطر نامگذاری اشکال یا شیپ به کار میره. در انزرت کپشن که بیم اینی شکل یک صفحه برای ما شما درش میکنم. اینجا نوشتر سه فیگور، فیگور هم به معنی شکل. خب ما میگم امی متنش فیگور نباشه، تیبل باشه. تیبل نباشه، ایکویشن باشه. میگم نخیر فیگور یا یک متن جدید. خب چی؟ شیپ میشه به فارسی شکل نوشته بکنیم، ما شیپ نوشته کرد. اوکی میگیم و بعدا اوکی میگیم. حالا اگر ما شما میاییم از بخش انزرت کپشن، اما پیش از انزرت کپشن شما میرین یک شیپ درج میکنین. فرض مثال یک مثلث رسم کردین، این مثلثتون میخواین نام داشته باشه، باز میرین از اونجا نامش رو تعیین میکنین. یا فرض مثال ما شما انتخاب میکنیم یک چهارزلی، یعنی تو یک چهارزلی ما شما رسم کرده، یا ما شما رسم میکنیم یک دانه دایره، دایره شکل شکل صحیحست. حالا که رسم کردیم میباشن اینجا، ما هر کدام از این را میخواییم نام بدم، انتخابش میکنم، ریفیرنس میرم، میگم انزرت کپشن. پیش از اینکه ما قبول بکنم یا اوکی بگویم، در اینجا چند تا آپشن هست که میخوایم براتون بگویم. خب لیبل آیا شیپ در شوه یا میخواین تبدیلش بکنین، فیگور، تیبل، اکویشن، کدومش؟ میگم شیپ. امی متنی که درش میشه یا میخواین درش بکنین و کجا باید درش شوه؟ بیلو پایین شیپ یا بالای شیپ؟ اگر پایین کار دارین خب بیلو انتخاب بکنین، اگر ابو میگین باز در بالا، یا ابو میگین در بالا، میگم نه بیلو. اگر آپشن اکسکلود لیبل فرام کپشن، این انتخاب میکنم متنش نیست، فقط نمبر نشون داده میشه. اگر غیر فعال باشه هم متن است و هم نمبر. دلیت لیبل انمی متنی که شما جدید درج میکنین، هر متنی که میباشه مشکل نیست، میتونین پس دوباره دلیتش بکنین خلاص. این هم شد حذف دوباره متن. نمبرینگ شکل نمبرش تغییر داده میتونین، اونجا فعلا نمبر درج میشه، شما میشه که یا الف بای دری بسازین، یا مثلا الف بای انگلیسی بسازن، یا شکل نمبر چه تغییر بتن عدد روبی بسازن. این گپی هست که شما در انزرت هم در پیج نمبر خوندین. خب حالا ما شما ببینین اوکی میگیم خلاص. شپ یک میریم در اینجا این انتخاب میکنیم چهار زولی مارا باز انزرت کپشن اوتومات شپ یکی میشه و این شپ تو باز میریم نیه قسمت اوتومات این شپ یک دو سه تو نام گذاری میکنه برای ما شما. این وظیفش این نیست که این شکل نام بتا برای ما، شپ یک شپ دو شپ سه بمیشه. و این بود انزرت کپشن. در اینجا یک آپشن دیگه مانده به نام اوتو کپشن. اوتو کپشن فقط به خاطر استفاده از آبجکت است. وقتی کدام برنامه را شما استفاده کرده باشین باز میگین هی اوتو کپشن. چه قسم میرین در اینجا میگین اوتو کپشن. اوتو کپشن گفتین در اینجا هر برنامه‌ای که شما یاد دارین داخل اما برنامه را شما تگ مارک میکنین یا فعالش میکنین. مثلا من مثال که براتون کار میکنم بیت مپ ایمیج است. بیت مپ ایمیج من انتخاب میکنم، بازم نوشته از فیگور، میگم نه فیگور نباشه، نوشته شو پروگرام یک پروگرام، باز خودش نامش از شمارش میده. شکل نمبر تغییر میتونین بتین، در پایین باشه بالا باشه، انتخاب میکنین اوکی میگین. حالا بیاین بریم ببینیم. ما شما در انزرت میریم در بخش آبجکت، اونجا برنامه چی را انتخاب کرده بودیم؟ بیت مپ ایمیج. پس اینجا بیت مپ ایمیج انتخاب میکنیم، کار میکنیم. حالا ببینین وقتی ما شما یک کار میکنیم در اینجا، هر کاری که باشه، مثلا یک رسم میکشیم به شکل همین که بسته میکنم اتومات نوشته میشه پروگرام. اگر برای بار دوم استفادهش میکنین باز اتومات نوشته میشه پروگرام دو. اگر سوم چهارم پنجم به شکل هر چقدر که استفاده میکنین.
و ای بود insert caption. آپشن بعدیش بنام table of insert table of figure. این چی کار میکنه؟ برای ما شما ببینید وقت استفاده میشه که ما شما insert caption کرده باشیم. این که پروگرام میباشه شب میباشه مشکل نیست، مقصد به شکل ما از این استفاده کرده باشیم. insert اوکی به شکل انتر میکنیم، باز میریم درش میکنیم، بینیم 5-6 رو ما شما درش کردیم. اگر بخواین از امو 5-6 پروگرامی که درش کردین فهرست بگیرین، باز میشه insert table of figure بگیرین. خب ادمین نیست به شکل تنها پروگرام خالیش باشه، میشه شما در داخل امو رفته باشین 5 کار کرده باشین. نه باز میشه شما اگر فهرست جا بگیرین، اگر بخواین فهرست جا بگیرین باز روی ازی کلک میکنین. امی که یک بار اوکی گفتین بر شما فهرست چی میشه؟ درش میشه. وای فهرست هم دیگه تمامش یک 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 نوشته شده. چرا؟ به خاطر که تمامی اما عناوین ما شما در صفحه اول است یا یک است. ای بود تو انزر تیبل آف فیگور، یعنی وظیفه شمی است که فهرست تنها ایجاد میکنه بس. آپشن بعدی به نام اپدیت تیبل، اینی وقتی فعال میشه که ما شما تغییرات آورده باشیم دی بالا و یا هم کدام پروگرام جدید اد کرده باشیم. میشه پروگرام جدید یکی دو، باز وقتی را انتخاب میکنین آل نمیشه که میره دلیت بکنم از نو درش بکنم، نه همینجا جای به جای چی میگم؟ اپدیت میگم، میگم با نمبرش بله اپدیت آه میباشین اینجا ما شما اپدیت میگم، اینجا اپدیت انتایر تیبل، اپدیت پیج نمبر اون لید، فقط نمبرش میگم، میگم نه تمام مکمل صحیح. این هم شد اپدیت تیبل. اگر شما با یک اپدیت در اینجا آشنایی داشتین، این هم اپدیت دومی. کراس ریفرنس چه کار میکنه؟ به خاطر استفاده از کراس ریفرنس شما یک بار باید ویدیوی بخش لینکس تب انزر در ببینید. کراس ریفرنس در اینجا با مثال واضح شده، حال نیاز نیست که ما یک بار دیگه اینجا کارش بکنیم. باز هم براتون میگم اگر میخواین حلش بکنین یا ببینین کارش چیست، یک بار برین به ویدیو، ویدیوی بخش لینکس در تب انزر. و بخش سیومی امروز اندکس. اندکس چه کار میکنه؟ خب ببینین ما شما یک عنوان میتیم MS Word 2013 عنوان ما باشه، معلومات شما فرض مثال 10 پاراگراف، 10 پاراگراف نه 8 پاراگراف انتر، این شکل ما شما درش کردیم. حالا میخواییم مارک انتری را استفاده بکنیم و در کل بخش اندکس ها میریم یک لغت انتخاب میکنیم یا یک واژه را میگیم want. want معنایش چیست؟ یک قسمت want به معنای خواستن. فقط هر لغت یا هر واژه‌ای که شما میخواین انتخاب بکنید به این شکل انتخاب بکنید، بیاین بگوین مارک. مثلا then، then به معنای بعدن، پس میگم بعدن مارک. به این شکل فرض مثال میگیریم document، document به معنای سند، پس ما معنایش نوشته میکنم سند. change معنایش تبدیل کردن، باز هم مارک. مثلا view، view با معنی نمایش یا نمایش دادن، بله یک معنیش نوشته میکنه. مثلا you، you با معنی شما، پس من هم نوشته میکنم شما. فرض مثال element، element با معنی answer، ما خب یک معنی نوشته میکنیم. مثلا art، art به معنی هنر، ما هم نوشته میکنم هنر. مارک. و بخش دیگه help، یک لغت اگر هم انتخاب میکنم باز بس. help هم به معنی همکاری کردن یا کمک کردن. بعد از اینکه ما شما به شکل مارک گفتیم، بعد از اینکه ما شما به شکل مارک گفتیم، حالا میبینید دیگه شکل غیر منظم بر ما دیده میشه میسند. اگر خواسته باشین اینی حالت که فعلا هست، شکل غیر منظم یا هزمی حالت که فعلا میبینین یا میخواین به می حالت نباشه، یک بار برین اینی آپشن غیر فعال بکنین. در تب هوم اینجا غیر فعال کردین، این شکل منظم بر خود میگیره و بعدن کنترل انتر، یک صفحه جدید و در رفرنس انزرت اندکس و یک بار اوکی میگین. بعد از اینکه اوکی گفتین به شکل بر شما فهرستش ایجاد میشه. و آپشن بعدی به نام اپدیت اندکس. خب بعد از اینکه
فهرست برای ما شما درد شد میمان آپشن به نام اپدیت اندکس. حالا اپدیت اندکس غیر فعال است، چی کار میکنه اپدیت اندکس؟ اپدیت اندکس وقت فعال میشه که شما تغییرات در بالا آورده باشین. چه قسم تغییرات؟ فرض مثال میشه یک لغت جدید شما اضافه بکنین. کدام لغت من انتخاب میکنم؟ مثلا provides. provide یا provides میگم انتخاب شد. بعد از این میگم این است معنایش آماده کردن یا تهیه کردن یا جور کردن میگن هر چی. mark میشه یک لغت دیگه هم انتخاب بکنم، مثلا keep. keep به معنای نگهداری کردن. من هم نوشته میکنم نگهداری، نوشتن نگهداری کردن این شکل و خلاص. این آل بعد از اینکه ما شما اضافه کردیم در اینجا میریم میبینیم اما داخل لغت یا دو واژه که اخیرا کار کردیم هست در اینجا نیست. اگر ما شما این آپشن را نداشته باشیم پس مجبور ما شما چیکار کنیم؟ این را حذفش بکنیم، از نو insert index بگیم. اما وقتی آپشن داریم نیاز نیست، فقط بگیم update index. اونم تغییراتی که جدید آوردیم در اینجا چی بکنیم؟ تمدیدش کو یا اپدیتش کو. و این بود بخش index. آخرین بخش در تب ریفرنس برام تیبل آف اتوریتیز. خدا امی بخش یا آپشن برام اتوریتیز مقامات یا باصلاحیت منو میده و تیبل آف اتوریتیز وظیفه‌ش هست از هر آن نقطه‌ای که شما خواسته باشین فهرست گرفته میتونین بدون کدام شرط و شایده. هر جایی که خواسته میتونین فهرست چه بگیرین. عنوان برام افغانستان میگیم داریم و ده پاراگراف معلومات داریم ما انتر. حالا معلوماتش درد شد در اینجا، من میخوام از این قسمت فهرست بگیرم، انتخاب میکنم، بعد هم میگم مارک ستشن مارک، انتخاب میکنم اینجا، بله به شکل انتخابش کردم میگم مارک، باز هم انتخابش میکنم اینجا میگم مارک، باز هم انتخاب میکنم این قسمت. یک خط خواسته باشین، یک کلمه، نیم خط، هر چی که باشه فقط انتخاب بکنین در اینجا، بعدا بگوین مارک. یک بار بیا انتخاب مثلا از این قسمت یک کلیک میکنیم میگیم مارک، باز هم میگیم انتخاب، باز هم میگیم مارک. فقط هر نقطه‌ای که میخواین فهرستش داشته باشین از اونجا یک البته اون ساحر انتخاب بکنین، بعدا بیند اینجا مارک بگوین، بعدا بستش بکنه. باز هم به شکل یک سلسله پراگندگی های دیده میشه در صنعت تولید غیر منظم. پس در تبو هم میرین و می مشکل حلش میکنه. و حالا اگر خواسته باشین از این نقطه که شما انتخاب کردن فهرستش رو بگیرین، میرین در تب ریفرنس، باز هم مارک ستشن نه آپشن به نام انزرت تبل اف اتوریتیز و روش یک بار کلیک میکنین. تمامی بخش ها غیر فعال، تیبل فیگور غیر فعال، کانتنت غیر فعال، اندکس غیر فعال، بخاطر این بخش خودش فعال میشه، این بخش خودش و این بخش خودش. پس آل ما شما اوکی میگه، آلی که اوکی گفته میبینیم دیگه از همون نقطه‌ای که ما یا از همون نقاطی که ما انتخاب کردیم فهرستش در شد به شکل. و باز هم میگم یک یک یک، چرا هست یک یک یک؟ بخاطر است که در تمامی معلومات ما شما در صفحه اول است، یعنی هر در هر صفحه که معلومات باشه نمره یا نمبر یا شماره مو صفر برای ما شما میزنن. پس به ما اساس یک 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 در شده یا پنج دانه یک به اینجا در شده، پنج نقطه که ما انتخاب کردیم. و به نون آخرین آپشن امروز اپدیت تیبل اف اتوریتیز. باز هم یک اپدیت دیگه که شما 3 4 اپدیت هم اینجا خواندین، حالا اپدیت 4 می میشه که باز هم میگیم هر آن تغییراتی که شما در بالا میارین بخواین در فهرست تطبیقش بکنین اپدیتش بکنین میگن اپدیت. چه قسم میریم با شما اینجا چیکار میکنیم؟ بله یک جای جدید یا یک نقطه جدید انتخاب میکنیم، مارکش میکنیم یا انتخاب بدن. بعد از اینکه کار کردیم حالا میریم در اینجا، اگر بخوایم همون نقطه را اضافه بکنیم به اینجا به فهرست ما باز میگیم اپدیت. صحیح است. و این بود تب ریفرنس که ما شما خلاصش کردیم. روز بعدی بخیر تب ملنگا پیش میبریم و بر امروز درس خدا در همینجا ختم.